برادر و خواهرامون خود رو پیروان راه امام میدونن. تعبیرشون از راه امام و خط امام چیه؟ یعنی ما دانشجویان وابسته به هیچ یک از سازمان‌ها و احزاب و گروه‌هایی که الان موجود هستن در مملکت وابسته به اونها نیستیم، بلکه دانشجویانی هستیم که معتقدیم راه امام درسته و خط امام درسته و سعیمون بر این است که کاملا به دنبال این خط باشیم و در هر کجا هم که احیانا اختلاف نظری بین سازمان‌ها و گروه‌ها و خط امام باشه، ما خط امام رو تأیید میکنیم و دنبال او رو میگیریم. این مزدوران رژیم حمله کرده بودن به اون که با او رو گرفته بودن. زندگی کردم تو تهران به خاطر تحصیل، واقعا وحشتناکه. در جمهوری اسلامی باید دانشگاه ها متحول بشود. سویی که در حقیقت این مسئولیت بر گردنش گذاشته شده و یک ارزش سیاسی داشت که همه ارزش ها پیش او کوچکند. خدا لعنت کند اون دست هایی که جوان ما را غیر سیاسی کنند و دانشگاه ما را غیر سیاسی کنند. من اگه تو شهر خودم دانشگاه داشتم محال بود بیام تهران. خواهش میکنم که شعار داده نشه، برادرها و خواهرها همراهی کنند. بعد از انقلاب مطرح شد که خب دانشگاه‌ها چگونه میتونن در خدمت انقلاب باشن؟ دانشگاه انقلابی یعنی چی؟ حالا قرار دانشگاه بازگشایی بشن دیگه، قبل از انقلاب تعطیل شده بودن تو اون شرایط بحرانی 13 آبان، اون کشتاری که اتفاق افتاد و حکومت نظامی. حالا بعد از انقلاب قرار اینا باز بشن. چگونه میخوایم بهش نگاه کنیم، به این دانشگاه؟ بهار سال 58، یعنی 3 ماه 4 ماه از انقلاب گذشته، ماها یه گروهایی بودیم تو دانشگاه، بچهای مذهبی که انجمنهای اسلامی اسمش بود، ترکیب بودیم از بچهای مذهبی شریعتی گرا، طرفدار روحانیت انقلابی و بچهای مجاهدین خلق. اینا بچه مذهبی ها بودیم، با هم کار میکردیم. البته از بعد از انقلاب یه کمی هم بین ما و مجاهدین خلق، اونا یه سازمان انجمن دانشجویان مسلمان رو انداختن و خودشون هم یه سازمان ملی مجاهدین هم را انداختن که شاخه سیاسیشون بود. کم کم دیگه توی بهار سال 58 یکم با هم زاویه پیدا کرد. یه بار اصلا بین من و خانم ازنانلو پیش آقای مهندس بازرگان دعوا شد، دعوایی کردیم اساسی. اما از اواخر بهار 58 این فکر مطرح شد که خب انجمنهای اسلامی که قرابت بیشتری دارن با روحانیت و رهبری امام رو قبول دارن، اینا با همدیگه بتونن نزدیکتر بشن. دور هم جمع شدیم و یک شورای عمومی تشکیل دادیم از سراسر کشور تو تابستون سال 58. بعد از اونجا دیگه دفتر تحکیم رو تأسیسش کردیم. بعد از حوادث سال 60 فضای سیاسی کشور یه دست شد. چند دورم انتخابات میاندورهی مجلس برگزار شد به دلیل ترورهایی که صورت میگرفت، خب مجبور میشدن که انتخابات میاندورهی برگزار کنن. یعنی بین انتخابات مجلس اول و مجلس دوم چند دور انتخابات میاندورهی برگزار شد. وله الملك وله الحمد وله الملك وله
انتخابات مجلس دوم در حقیقت در سال 62 برگزار شد برای سال 63 که مجلس دوم میخواست شروع بکنه. اواخر 62 برگزار شد. آقا این میکروفونه سریش سلام علیکم تموم شد برادرم کشتن آقا لا محمد باقی محمد این انتخابات که نمیشه نظر داد، منتظریم ببینیم چی میشه نتیجه شد. در رابطه با انتخابات اگر میگید، ما مایلیم که مردم هرچه بیشتر شرکت بکنن به کاندیداهای خوبی که مفید باشن برای مجلس، برای مردم، برای انقلاب انتخاب بشن و مجلس انشاءالله به زودی کارشو مجلس دوم شروع بکنه. دعا میکنیم که خداوند توفیق بده که این زحمت هایی که مردم میکشن در ثمره انقلاب اسلامی در کل دنیا ظاهر بشه انشاءالله. در فضای سیاسی به ظاهر یک دستی که بعد از انقلاب فرهنگی به وجود آمده، به نظر می رسد جایی برای چالش باقی نمانده باشد. اختلافاتی که تا دیروز فقط در محافل خصوصی شنیده می شد، کم کم در حال علنی شدن است. اختلافاتی که به ایجاد دو جبهه بندی سیاسی منجر می شود. اما با تمام اختلافات، این دو جریان در پیروی از امام با هم اشتراک نظر دارند. دسته اول شامل گروه‌های عدالت‌خواه و جریانات روشنفکر مذهبی می‌شوند که میر حسین موسوی یکی از چهره‌های شاخص این جریان است. فضای سیاسی دانشگاه بیشتر تمایل به گرایش رئیس وقت دولت آقای مهندس موسوی داشت. دسته دوم هم عموماً حزب مؤتلفه اسلامی و اکثریت اعضای جمهوری اسلامی هستند که از طرفداران شهید بهشتی به حساب می آیند. نکته جالب این است که دسته اول خود را محور و کانون مبارزه با آمریکا می داند و طرف مقابل، یعنی طرفداران شهید بهشتی را به پیروی از اسلام آمریکایی متهم می‌کنند. جبهه بندی که بعدها چپ و راست نام می‌گیرد. منشأ این نامگذاری کشور فرانسه است، ولی آنچه در ایران شکل گرفته با نسخه فرانسوی آن کاملا متفاوت است. از آنجایی که عناوین چپ و راست ممکن است بار معنای منفی ایجاد کند، هر دو جناح از بکار بردن آن برای خود خودداری می کند. این نامگذاری در آن زمان برای تخریب طرف مقابل استفاده می شد. بعد از گذر سالها هنوز ابهاماتی درباره این مرزبندی ها وجود دارد. در این دوران انجمن‌های اسلامی و دفتر تحکیم ترکیبی از هر دو جناحند، اما با توجه به جذابیت بالاتر شعارهای عدالت‌خواهانه و حمایت از مستضعفان، طبیعی است که چپی‌های دفتر تحکیم صدای بلندتری داشته باشند. اصلا مبنای تقسیم بندی چپ و راست در سپهر عمومی سیاست کشور در دهه 60 هم مسئله اقتصادی بود که دو جناح
عمده کشور رو جدا کرد. به تبعش داخل دانشگاه هم غلبه جدی وجود داشت، در واقع به عنوان یه مؤلفه خیلی ویژه در گفتمان حرکت دانشجویی در انجمنهای اسلامی، غلبه گفتمان عدالت خواهانه که حالا بازتابشو در مواضع تشکل‌های سیاسی دانشجویی در اون سالها می‌بینیم. در این فضای سیاسی و با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دوم، انجمنهای اسلامی دانشجویان که بعد از تسخیر لانه جاسوسی و انقلاب فرهنگی اعتماد به نفس دوچندانی پیدا کردند، وارد صحنه می‌شوند. ما که بیرون لانه بودیم احساس می‌کردیم که دیگه دانشجویان مسلمان پیرو خط امام رو عرش دارن راه میرن. اینقدر از هر طرف تحسین می‌شدن، از هر طرف تمجید می‌شدن و کسی هم معارض نداشتن. یعنی اینا انگار که مثلا بزرگترین حرکت رو انجام دادن و خب خیلی هم چیز بودن، موقعیت هم پیدا کرده بودن، حرفشون هم چون اسم دانشجویان مسلمان پیرو خط امام گذاشته بودن دیگه بعد از خود امام حرف اینا شده بود حرف خط امام. یعنی اینجوری تلقی میشد تو جامعه. فعالیت‌های انتخاباتی دفتر تحکیم آغاز میشود. بر پایه جلسات سخنرانی و مناظره ها و میزه گرد ها و حضور شخصیت های دست اول سیاسی کشور در دانشگاه ها، شور عجیبی در بین دانشجویان ایجاد کرده. یکی از این جلسات همایشی است که در دانشگاه امیرکبیر و با حضور مهندس موسوی نخست وزیر وقت برگزار می شود. اکثریت دانشجویان بر این عقیدند که انقلاب فرهنگی زمانی به معنای واقعی محقق می شود که انجمنهای اسلامی در نهادهای قانونگذاری در کشور حضوری فعال داشته باشند. در این میان سوال مهمی بین اعضای تحکیم وحدت در جریان است. نحوه حضور انجمنهای اسلامی و دفتر تحکیم در انتخابات باید به چه شکلی باشد؟ آیا همین که با برگزاری جلسات و مناظره ها شور انتخاباتی را دوچندان کنند کافی است یا باید به شکلی مستقیم و با ارائه لیست به عرصه انتخاباتی وارد شوند؟ اون زمان دانشجویان خط امام خدمت امام رسیده بودن یه چند نفری که ما میخواییم تو انتخابات شرکت بکنیم. امام گفته بودن باشه من به موقعش صحبت میکنم. حمد و ثنای بی پایان خدای را که نعمت حیات در لوای حکومت اسلامی را به ما عطا نمود و بر ما منت نهاد که از دم مسیحایی رهبری الهی در یافتن راه حق بهره‌مند شویم. از آنجا که انتخابات نزدیک می باشد، انجمنهای اسلامی دانشجویان آماده اند که تمامی توان ناچیز خود را در برگزاری هرچه بهتر این انتخابات مصروف دارند. در این میان بعضی از روحانیون دخالت دانشجویان در انتخابات را مصلحت نمی‌دانند. این گروه از روحانیون به صراحت دانشجویان را از حضور در انتخابات منع می‌کنند. بحث‌ها جدی‌تر می‌شود. دانشجوها هم اومده بودن مثلا شروع کرده بودن یه مقداری تمهیداتی، ولی امام یهو یه صحبت خیلی سنگینی کرد. از قراری که من شنیدم در دانشگاه‌ها بعضی از اشخاص گفتند که دخالت در انتخابات دخالت در سیاست است و این حق مجتهدین است. این از آن توطئه سابق بدتر است برای ایران. امام مدن صحبت کردن گفتند که این که میگویند سیاست حق مجتهدین است، خطرش از اون زمانی که میگفتند مجتهدین نباید در سیاست دخالت بکنن بیشتره. چه کسی گفته یک دانشجوی چیز نباید در سیاست دخالت بکنه؟ همونطور که یک مجتهد در سیاست دخالت میکند، یک دانشجوی جوان هم باید در سیاست دخالت بکنه. صحبت‌های خیلی قوی کردن امام که اون باعث شد که دانشجوها دیگه به این صرافت افتاد که تو انتخابات مجلس دوم کاندیدا معرفی بکنه. این یه مسئله است که تا این را با تمام قوا و تمام هوشیاری خودتون
در مسائلی که میخواد طرح بکنید درست مطالعه نکنید و رسیدگی نکنید و افرادی که به شما میخوان متصل بشن درست شناسایی نکنید و ندونید چه جوریست، سابقهش را تا ندانید، افراد را باید خیلی درش دقت بکنید. چه بسا افرادی هستن که اینها به حسب ظواهرشون و به حسب ادعاهاشون از شما بیشتر ادعای مسلمونی میکنند و از شما بیشتر فرض کنید آدابشان به جا میارن، لکن وقتی به حالشون مطالعه میکنید میبینید که رویهشون باری به شما فرق دارد. اون اسلامی که اونا میگن غیر از اون اسلامیست که اسلام میکرد. در بین اینا هست یه همچه اشخاصی. سرانجام دفتر تحکیم لیست انتخاباتی خود را اعلام می کند. ولی آنچه بر کسی پوشیده نیست دخالت شخصیت ها و گروه های سیاسی در تهیه و تنظیم اولین لیست انتخاباتی دفتر تحکیم است. دخالت های پنهان و گاهی کاملا آشکار و علنی. کار به جایی میرسد که برخی از اعضای کابینه مهندس موسوی با انتشار بیانیه‌ای از این لیست حمایت می‌کنند. در این بیانیه آمده بود با تأکید بر حرکت آگاهانه و مسئولانه دانشجویان پیرو خط امام و انجمن‌های اسلامی دانشجویان در جهت شرکت فعالانه در انتخابات در این برهه حساس و سرنوشت‌ساز نمایندگان زیر را تأیید می‌کنیم. مهندس بهزاد نبوی، دکتر محمد علی نجفی، دکتر محمد تقی بانکی، دکتر محمد هادی منافی، دکتر حسین نمازی، دکتر محسن نوربخش، مهندس مصطفی هاشمی تبا. دفتر تحکیم پا را فراتر هم می‌گذارد. آنها جهت تبلیغات لیست خود از شخصیت‌های سیاسی مساعدت مالی میگیرند، مسئله‌ای که باعث می‌شود 36 تن از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی با انتشار بیانیه‌ای از لیست دفتر تحکیم وحدت حمایت کنند. انتخابات مجلس دوم برگزار می‌شود. اما فقط عده کمی از لیست دفتر تحکیم وارد مجلس دوم می‌شوند. آنها که به نتیجه دلخواه خود نرسیدند، رقیب خود یعنی حزب جمهوری اسلامی را متهم به تقلب در انتخابات می کنند و طبیعتاً در زمانی که ناطق نوری وزیر کشور و مسئول مستقیم برگزاری انتخابات است، هدف انتقادات تند انجمنهای اسلامی قرار می گیرد. هرچند نتیجه این انتخابات مورد انتظار دفتر تحکیم نیست، ولی بعد از این سه اتفاق مهم رخ می‌دهد که سرنوشت دفتر تحکیم را تغییر می‌دهد. اول اینکه دفتر تحکیم عملاً وارد دسته‌بندی‌های سیاسی می‌شود. دوم اینکه به طور پنهانی پای برخی مدیران اجرایی و سیاسی به دفتر باز می‌شود. و سوم، مصوبه ای جنجال برانگیز است که مقدمات اخراج جریان راست از دفتر تحکیم را فراهم می کند. ماجرای مصوبه از این قرار بود. پس از پایان ماجرای تسخیر سفارت، زمزمه هایی در داخل دفتر تحکیم شنیده می شود. مبنی بر این که دانشجویان پیرو خط امام که دارای تجربه فعالیت سیاسی هستند، باید به شورای مرکزی اضافه شوند و شورای جدید باید از این تجربه استفاده کند. اومدن تصمیم گرفتن که 15 نفر دیگر رو خودشون انتخاب کنن، به خودشون اضافه کنن، بشن 30 نفر. دعوای اصلی اینجا اتفاق افتاد که بله، من جزء 15 تای دوم بودم که به شورای عمومی تحکیم اضافه شدم.
از یه جنبه انحصار طلب بودند، چون این انحصار رو در واقع مجموعه قواعد حاکم بر کشور و دانشگاه براشون به رسمیت شناخته بود. ادعی میگفتن که این کار دموکراتیک نیست که خود 15 تای دفتر تحکیم بیان 15 نفر به خودشون اضافه بکنن. اینکه چه گرایشی در این انجمن حاکم باشه و تجمونی داشته باشه، خب سازوکارهای داخلی انجمن ها سازوکارهای دموکراتیکی بود، یعنی واقعا اینو میخوام واقعی بود، یعنی دستکاری نمیشد، یعنی به شکل واقعی رأی گیری میشد در انجمن ها. چون تو اون 15 تا در مجموع دو تا راست وجود داشت، وقتی 15 نفر دیگه اضافه کردن شد 28 و دو تا این بر جریان راست از دفتر تحکیم اخراج بشود، شورای عمومی یک مارچه و یک دست می شود و فصل جدیدی از فعالیت های این دفتر آغاز می شود. هر آدمی غیر از خودشون، من یادم بعضی از اینا ما حالا نمیدونم اس ببرم یا نه، حتی سلام میکردیم جواب سلام ما رو نمیدادن، میگفتن که شما رو نمیشه جواب سلام میتونه داد، یعنی در حد این که میگفتن ما دست خیس هم به شما نمیتونیم بزنیم. دقیقا مشخص نیست که طراحی این مصوبه به چه شکلی و توسط چه کسانی مطرح شده است و هنوز این ابهام تاریخی وجود دارد که آیا نیروی از بیرون این جریان را هدایت میکرد یا تصمیم مخفیانه عده‌ای از اعضا بود. خب اونا یه تشکیلاتی بودن سابقه دار و با قدرت و زینفوز توی دانشگاه، یعنی دولت به دلیل اینکه اینها مستظهر به دولت‌های مهندس موسوی بودن و به طور خاص وزارت علوم دولت‌های مهندس موسوی که اون آقای دکتر معین بود، به شکل کاملا سازمان یافته و تشکیلاتی از انجمن اسلامی حمایت میکردن و اینها تنها تشکیلات رسمی توی دانشگاه بودن که امکانات داشتن، دفتر داشتن، بودجه داشتن، ازشون حمایت میشد، هم حمایت مالی، هم حمایت مدیریتی، هم حمایت سیاسی، و همین در حقیقت نفوذ و قدرتشون باعث میشد که یعنی باعث شده بود علارغم اینکه فضای دانشجویی بود و دانشگاه و مثلا تبادل نظر و تضارب افکار و اینها می بود چنین فضایی نبود و اینها یه جریان تشکیلات در حقیقت انحصاری رو توی دانشگاه به وجود آورده بودن. با انتصاب پست‌های کلیدی به برخی اعضای تحکیم، رابطه بین دفتر تحکیم و دولت میرحسین عمیق‌تر می‌شود. وزارت صنایع سنگین که شکل گرفت و آقای بهزاد نحوی متولی اون بود، تعداد قابل توجه اینا بعداً رفتن در وزارت صنایع سنگین و در همون دوره بودن، یعنی هم دانشجو بودن هم در اونجا فعال بودن و بعداً هم ایران خودرو و سایپا همچنان هم هستن اونجا. از این پس حمایت بی‌دریغ و بی‌چون و چرای دولت از دفتر تحکیم و دفتر تحکیم از دولت را شاهد هستیم. دفتر تحکیم عملاً به شاخه سیاسی و فرهنگی جناح چپ در دانشگاه‌ها تبدیل شده است. این حمایت‌های دولتی سبب به وجود آمدن نوعی انحصارگرایی در دفتر تحکیم می‌شود، به طوری که عملاً هیچ جریان دیگری در دانشگاه مجال ظهور و بروز پیدا نمی‌کند. دفتر تحکیم وحدت و انجمن‌های اسلامی حالا بیش از پیش یکتازه می‌کنند. گروهی از این برادران در اینجا حضور دارن که میخوان سرود اجرا کنن. من تمنا میکنم بگین تشریف بیارن بالا. به اتفاق به سرودی که به وسیله این عزیزان اجرا میشه گوش میکنه. این بالا بچه‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. این سرود تا
توسط برادران گروه حمزه ساخته شده است. راه خمینی، راه اسلام. زنده کن این پیام با یاد شهیدان، نسازش نتسلیم ای مرگ بر آمریکا. زنده کن این پیام با یاد شهیدان، نسازش نتسلیم ای مرگ بر شویدی. راه بوزر رود روح الله امام ما، راه بوزر رود روح الله امام ما. راه بوزر، راه مقداد، راه حسین است، راه حسین است، راه زهاد باقو. راه شهید، راه شهید، راه بسیجی، راه سپاهی، راه جهاد بازو. با تشکر فراوان از این عزیزان. و اما شعارهایی که امروز داریم و مسئله اصلی جنگ و جهاد. به انتخابات مجلس سوم نزدیک می شویم. انتشار دو خبر مهم در سال 66 فضای سیاسی کشور را برای دفتر تحکیم بازتر هم می کند. خبر اول، سید علی خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای به امام خواستار توقف فعالیت‌های حزب جمهوری اسلامی می‌شود. اما چرا باید دو نفر از اعضای بلندپایه خواستار انحلال حزب خودشان شوند؟ ماجرا از این قرار است که اختلافات فیما بین اعضای حزب جمهوری که ریشه در اختلافات بین همان جناح چپ و راست دارد بالا می‌گیرد. در حزب افرادی مثل میر حسین موسوی به اقتصاد دولتی اعتقاد دارند و در مقابل افراد دیگری مثل اسدالله بادامچیان و مرتضی نبوی به بخش خصوصی و تجارت آزاد معتقدند. البته این اختلاف نظرها به خودی خود مشکلی ایجاد نمی کند، اما کار از آنجا پیچیده می شود که برخی از اعضا تلاش می کنند اختلاف را به میان مردم بکشانند. هرچند وقتی یک بار خبری از دعواها و اختلاف نظرهای اعضای حزب فضای سیاسی کشور را ملتهب می کند و این چیزی است که با فلسفه تشکیل حزب مخالف است. یکی از دلایل تشکیل حزب جمهوری ایجاد وحدت نظر بین نیروهای انقلاب است و حالا حزب کارکرد معکوس پیدا کرده است. در این فضا سید علی خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای به امام اعلام می‌کنند که در حال حاضر جامعه به وحدت و انسجام نیاز دارد و ممکن است وجود حزب بهانه‌ای برای خدشه‌دار شدن وحدت ملت شود. آنها خواستار انحلال حزب جمهوری هستند. امام در جواب می‌گویند موافقت می‌شود. لازم است تذکر دهم که حضرات آقایان مؤسسین محترم حزب مورد علاقه این جانب می باشند. اما اتفاق دوم ایجاد انشعاب در جامعه روحانیت مبارز است. با ایجاد اختلافاتی بین اعضا، عده‌ای که به جناح چپ گرایش دارند تصمیم می گیرند حزب جدیدی تشکیل دهند. حزب مجمع روحانیون مبارز به رهبری مهدی کروبی و موسوی خوئینی ها در عرصه سیاسی کشور خود نمایی می کند. دفتر تحکیم وحدت در فروردین ماه سال 67 حمایت خود را از مجمع روحانیون مبارز رسماً اعلام می کند. چند روز بعد انتخابات مجلس سوم برگزار می شود و اتفاقاً مجمع روحانیون مبارز بیشترین کرسی ها را به دست می آورد. دفتر تحکیم این اتفاق را پیروزی جدیدی برای خود تلقی می کند. تا قبل از این تحکیم خود را صاحب دانشگاه می دانست، ولی بعد از این پیروزی آنها به این برداشت می رسند که عرصه سیاسی کشور را هم تصاحب کردند. حالا 69 چه سالیه؟ اولین سالی که در واقع اون دعوای شورای هماهنگی و دفتر تحکیم شکل میگیره. مرگ بر امریکا!
که اونم حالا قصه داره دیگه، یه چیز خوشمزه‌ای رخ داد. صبح اون روز بچه‌ها میرن که صبح 13 آبان که برن توی سفارت مستقر بشن و خب تمهید مقدمات بکنن برای برگزاری. همزمان اکیپ شورای هماهنگی هم میاد، مرحوم مرتضی فر خدا رحمتش کنه وزیر شعار، ایشون هم با یه عده‌ای میاد و اینا پشت در اون کسی که مثلا لانه اونجا میخواسته چیز بکنه میگه خب آقا من کی، بالاخره شمایید، اونه چجوریه، هر دو رو پشت در نگه میداره، پشت در نگه میداره، میگه من باید بپرسم که کی مثلا باید بیاد تو. اونجا معلومه آخرم نفهمیدیم که از کجا بیسیم میزنن این ور و اون ور، به یه جایی میزنن که اون جا میگه که دانشجوها مراسم امروز رو باید برگزار کنن، که دوستان ما رو در واقع میگن بیا تو، آقای مرتضی فر میذارن پشت در، نماینده های جنتی و اینا، تا دیگه میان که بعد آقا چی شده اینا، دیگه بچه ها رفته بودن مستقر شده بودن و کار از دست در میره. این سال سالی بود که منطقه از سال بعد دیگه این اشتباه صورت نمیگیره و مراسم دوگان نمیشه. از بالاخره همه عوامل دست به هم داد و ما رو از مجلس بیرون کرد و به مسئولیتی بزرگتر از جهت اجرایی و جوابگویی فرستاد. من هم با همه وجودم از این مسئولیت استقبال میکنم. دوران ریاست جمهوری هاشمی بدون شک دوران بزرگترین چرخش های سیاسی در تاریخ ایران است. بسم الله الرحمن الرحیم. جنگ به پایان رسیده. هاشمی اعلام میکند قصد دارد کابینه غیر سیاسی تشکیل دهد. روزنامه بورس در مورد تعیین وزرای جدید چه تصمیمی؟ کابینه کاملا کاری به منظور سازندگی کشور. هرچند او در آن زمان به عنوان چهره جناح راست شناخته می شود، اما در بعضی از مناسب فرهنگی و فکری از عناصر جریان چپ استفاده می کند. او موسوی خوئینی ها را که رهبر فکری مجمع روحانیون است به عنوان رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و میر حسین موسوی را به عنوان مشاور سیاسی ریاست جمهوری انتخاب می کند. اما از همه حاشیه سازتر انتخاب سید محمد خاتمی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد است، کسی که قبلتر در دولت میر حسین هم همین سمت را داشته است. این انتخاب از نظر بخشی از جامعه عجیب به نظر می رسد. چرا باید یک چهره شناخته شده از جناح چپ و مجمع روحانیون در یکی از حساس‌ترین وزارتخانه های دولت هاشمی قرار گیرد؟ با ورق زدن صفحات تاریخ متوجه می شویم ماجرا دقیقاً برعکس چیزی است که تصور می شود. این هاشمی نیست که از یکی از وزرای موسوی استفاده کرده. در واقع از ابتدا و در دوران میر حسین موسوی هم پیشنهاد شدن خاتمی برای وزارت ارشاد از طرف شخص هاشمی بوده است.
ماجرا از این قرار است که بعد از استعفای معادی خواه از وزارت ارشاد، میرحسین موسوی برای مشورت به دفتر رئیس مجلس وقت یعنی هاشمی رفسنجانی می رود. هاشمی صریحاً از موسوی می خواهد سید محمد خاتمی را به عنوان وزیر ارشاد معرفی کند. هاشمی اکنون خودش رئیس جمهور شده و برای وزارت ارشاد از گزینه استفاده می کند که سالها پیش برای میرحسین موسوی پیشنهاد کرده بود. دهه 90 میلادی با فروپاشی شوروی، دوران جهان تک قطبی به رهبری آمریکا آغاز شده است. در دنیایی بدون رقیب، رسانه‌های آمریکایی در حال نشر اندیشه‌های سرمایه‌داری غربی هستند. موسیقی، کتاب و نشریات آمریکا در این دهه جهان را تسخیر کرده. چشمان مردم دنیا مسحور سینمای هالیوود است. البته ایران هم از این فضا بی تأثیر نیست. با توجه به فضای روشنفکری حاکم در جریان چپ، طبیعتاً آنها هم بیشتر متأثر از این فضا هستند. جریان چپ در ابتدا مبهوت است و خود را در برابر این حجم بی دفاع می بیند. اما به هر تقدیر خود را ملزم به ایستادگی در برابر آن می داند. اما پیروزی های پی در پی غرب باعث تضعیف اعتماد به نفس در جریان چپ می شود. اما جریان خطرناکتر از جایی شروع می شود که برخی از آنها این ضعف را به گردن اسلام می اندازند. عده‌ای روشنفکر که در زمان مدیریت خاتمی بر مؤسسه کیهان در نشریه کیهان فرهنگی فعالیت می کنند. اما با استعفای خاتمی از مؤسسه کیهان، آنها هم از کیهان خارج شده و نشریه خودشان را تأسیس می کنند. نشریه کیان، نشریه‌ای با هدف بازنشر فلسفه و نگاه غرب در میان نخبگان جامعه. از نگاه کیان، دین عنصری ناقص و ناکارآمد است که توان حل هیچ کدام از مشکلات بشر امروزی را نداشته، چاره‌ای جز تسلیم در برابر غرب ندارد. کیان در نهایت یک هدف غایی دارد: جدا کردن دین از سیاست و اجرای پروژه اسلام حداقلی. گردانندگان و نظریه پردازان این نشریه بعدها به حلقه کیان معروف شدند، گروهی که عبدالکریم سروش رهبری فکری آنها را بر عهده داشت. سروش که زمینه‌های روی بحث‌های رو تو جامعه ایران مطرح کرد که منشأ یه سری تحولات گفتمانی و تغییرات عملی در کف خیابون جامعه ایران بود. اینو من نمیخوام نفی بکنم و اینکه تحکیم ازش متأثر نبوده رو نمیخوام بگم، در یه حدودی بوده. تیم تشکیل دهنده کیان با وزارت ارشاد ارتباطی تنگاتنگ دارد، به طوری که 3 نفر از معاونین خاتمی در ارشاد در حلقه کیان هم حضور دارند. کیان شامل مباحث نظری، فکری و تخصصی است و مخاطب آن بیشتر نخبگان جامعه هستند. اما این کافی نیست. جریان چپ به نشریه دیگر هم نیاز دارد که بتواند با بدنه مردم ارتباط برقرار کند. روزنامه سلام به مدیر مسئولی موسوی خوئینی ها منتشر می شود و 2 تن از تحکیمی ها از اعضای اصلی تحریری سلام می شود: عباس عبدی و محسن میردامادی. به سبب ارتباط نزدیک خاتمی با موسوی خوئینی ها به نظر می رسد خاتمی عملاً به نقطه اتصال کیان و سلام تبدیل شده. با وجود انتقاد شدید تحکیم از دولت هاشمی، اما از اینکه یک وزیر وابسته به جریان چپ در دولت حضور دارد، آنها احساس رضایت دارند. تا جایی که انجمن اسلامی برای سخنرانی در نشستی در دانشگاه تهران از خاتمی دعوت به عمل می آورد. اونجا خیلی روشن شد توی اون گفته مثلا 2 ساعته از نزدیک، حالا بی تکلفی که بود اومدیم بیرون، آقای خاتمی رو خیلی متفاوت تر از اونچه که تا قبل فکر میکردم هست
دریافتم. او در سخنانش در دانشگاه تهران مشی فرهنگی وزارتخانه را تشریح می کند. سخنانی در ظاهر مشروع که در لایه زیرین آن رنگ و بویی بسیار ظریف از خودباختگی وجود دارد. اما کمتر کسی در آن زمان متوجه آن می شود. اما یکی از شخصیت‌های فرهنگی به سخنان خاتمی واکنش نشان می دهد. شخصیتی که کمتر کسی چهره او را دیده است، اما همه صدای او را می شناسند. مرتضی آوینی. تا آنجا 700 متر بیشتر فاصله نداشتیم. گفتم یک نفر داوطلب شود و با من بیاید. دیدم علی به من نگاه می کند و می گوید برویم آقا، من هستم. نه، من هرگز این آخرین نگاه های پررمز و راز علی را فراموش نخواهم کرد. مطمئنم که علی بوی بهشت را می شنید. آوینی در نامه‌ای به خاتمی به سخنان او واکنش نشان می‌دهد. او تلاش می‌کند با نگاهی دلسوزانه به ریشه‌های ضعف مکتبی در این سخنان بپردازد. آوینی می‌گوید اشتباه دوستان ما که ریشه در مرعوبیت آنها در برابر غرب دارد آن است که آنها افق حرکت انقلاب و شرایط آماده جهانی در این عصر احیای معنویت و اضمحلال غرب را نمی بینند و به تبع هرگز برای وصول به این غایت تلاش نمی کنند. او در آخرین جملات نامه خود توصیه هایی را به وزیر ارشاد مطرح می کند. اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌خواهد که هزارهای جهل و خرافه و تهجر را بشکند و جامعه را از تفرید باز دارد، باید با تجدد افراطی نیز مبارزه کند تا مردم را از چاله‌ای به چاه نیفکند. توصیه‌های آوینی البته تأثیری بر عملکرد وزارت ارشاد نمی‌گذارد. راه قبلی با قوت و اطمینان بیشتری طی می‌شود، چرا که از طرف جناح چپ انتقادی متوجه او نیست و جناح راست هم به دلیل اعتمادی که به هاشمی دارد تصور می کند فلسفه حکیمانه در این انتصاب وجود دارد. ظرف مدت کوتاهی کتاب فروشی های خیابان انقلاب پر می شود از کتاب های ترجمه شده غربی که از عرفان های انحرافی گرفته تا روش های اقتصادی نظام سرمایه‌داری در آن بدون هیچ محدودیتی تبلیغ می شود. اما این وضعیت دوام زیادی ندارد و بعد از مدتی سکوت شکسته می شود. عبارت تهاجم فرهنگی در این زمان است که به ادبیات فرهنگی سیاسی کشور اضافه می شود. از نگاه نخبگان وضعیت فرهنگی در آن روز تفاوتی با یک جنگ تمام عیار ندارد. هرچند که حوزه فرهنگ کشور در اختیار جریان چپ قرار دارد، ولی این باعث کم شدن شدت انتقادات تحکیم از هاشمی نمی شود. تحکیم همچنان هاشمی را به عنوان نماد جریان راست می شناسد و فضای دانشگاه همچنان اصلی ترین پایگاه نقد هاشمی در کشور است. با پایان رسیدن نخست وزیری موسوی از قدرت تحکیم هم کاسته شده است. هرچند از حمایت‌های دولتی خبری نیست، ولی آنها هنوز پایگاه محکمی را در ساختار قدرت در اختیار دارند. مجلس سوم، مجلسی که اعضای آن غالباً از اعضای مجمع روحانیون و اعضای شناخته شده ی جناح چپ هستند. اما تنها یک سال بعد حادثه‌ای باعث می شود دفتر تحکیم در چرخشی که به نظر ناگهانی می رسید دچار دگرگونی شود.
نه من دکتر نیستم. هیچ کد. من فوق لیسانس حقوق. همه دکترن. آدم احساس حقارت میکنه دکتر نیست چون همه دکتر. اینا برن بیانیه بهار بغداد دفتر تحکیم وحدت رو بخونن که اونجا رسماً دفتر تحکیم وحدت بعد از حمله آمریکا به عراق رسماً بله یه جوری مشروعیت میده این کار درستیه و آره ما هر جا باشیم این دوربین صدا و سیما میاد تا این بغل دستی ما متوقف میشه. ادعای بزرگی میخوام بکنم شاید علیه خودمونم باشه تو رو خود من دادگاه نفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. این سرود توسط برادران گروه حمزه ساخته شده است. راه خمینی